به نام خدا شاگردای عزیز سلام خوب هستین بخیر هستین جور باشین سعادتمند باشین خب شاگردای عزیز ریاضی صنف هشتم ما و شما قرار است بخوانیم دیگه میخوانیم درست است و فصل دوم محاسبات مالی را شروع کردیم جلسه دوم درست است اگر یادتان باشد در جلسه قبل چی گفتیم در جلسه قبل نسبت گفتیم نسبت تعریف کردیم دیگه نه و بعد از تناسب گفتیم که تناسب چی بود اگر یادتان باشد گفتیم که چی تناسب تساوی بین دو نسبت تساوی بین دو نسبت بهش چی میگفتیم تناسب و دیگه چی گفتیم یک عدد به اجزای متناسب میتونیم تقسیم کنیم و جلسه قبل یار کار کردیم درست است خب اما در جلسه امروز قبل که جلسه امروز ما بگیم چی است اول از همه کارخانگی جلسه قبل قرار بدم روان کنید درست است از چه طریق روان میکردید اینو بارها گفتیم بگین خودتان از طریق واتساپ نمبر چند است 20964 780 255 40 13 درست است اگر کدام سوالی دارید کدام مشکلی در حل کارخانگی دارید انتقادی دارید پیشنهادی دارید میتونید با ما شریک کنید درست است از همین نمبری که برات گفتم در واتس اپ میتونید با ما در ارتباط شوید و شریک کنید نظراتتان درست شد اما درس امروز درس امروز ما و شما دو عنوان ما شما باید بخوانیم اول از همه چی خواص تناسب که تناسب ما شما خواندیم دیگه گفتیم اگر دو نسبت با هم مساوی باشد چه خاصیت هایی داشته باشه ما و شما هفت خاصیت چی چک میکنیم با هم دیگه امروز که میگیم اگر یک تناسب داشته باشیم یعنی هفت خاصیت 100 فیصد دارد که ما یک تا یک تا باز سر تخته برای چک میکنیم با مثال برات تشریح میکنیم که کاملا بفاهمی. و بعد از چی میخوانیم؟ بعد از او انواع تناسب ها میخوانیم ما شما خود تناسب داریم تناسب چند نو دارد یک چی است نو اول امروز میخوایم که او چی است تناسب مستقیم است و تناسب معکوس هم داریم که باز ما در درس جلسه بعد میخوانیم سعیست؟ پس ما شما انمی دونوانه قرار امروز بخوانیم اول چی؟ خواص تناسب و بعد از او انواع تناسب که فقط نو مستقیمش امروز ما شما میخوانیم پس بریم سر تخته که ما خواست تناسب برای تشریح کنیم با مثال و عدد بر نشان بتونم که هم آسان است تناسب چی بود؟ یادآور کنیم تناسب گفتیم چی است؟ تناسب گفتیم که تصاوی بین دو نسبت به چی میگیم؟ تناسب میگیم درست است؟ به عنوان مثال نسبت هم که گفتیم اگه آتان باشد به با شکل کسر نشان میتیم دیگه نه نسبت به چند طریق میتونیم نشان بدیم ولی گفتیم بهترین شیست به شکل کسر نشان بدیم یعنی نسبت دو بر پنج به عنوان مثال دو بر پنج یا میگیم نسبت دو بر پنج سعیست؟ خب این است با نسبت چار بر چند چار بر ده سعیست؟ یه هم یک نسبت است چار بر ده با دو بر پنج با هم دیگه چیست؟ است اگر چارو در اختصار کنی بعد دو اختصار کو 4 بعد دو اختصارش میشه دو ده بعد دو اختصارش میشه 5 دقیقه دو بر پنج میشه با هم چی است یارد نسبت با هم مساوی است پس دو نسبت که با هم مساوی باشد به این میگیم یک چی یک تناسب صحیح پس به چی میگیم یک تناسب خب آل تناسب ما و شما هفت خاصیت ما و شما قرار چی کنیم چک کنیم با هم هفت خاصیت هست. پس خواص تناسب خواص تناسب پس هفت خاصیت ما شما چک میکنیم خاصیت اول که جلسه قبل هم گفته بودیم خاصیت اول چی است طرفین وسطین اگر یادتان باشد گفتیم اینی صورت صورت نسبت اول و مخرج نسبت دوم انی هر دوره با ایش چی میگیم میگیم چه جملات یا حدهای طرفین به اینا میگیم چی طرفین یعنی دو و در چی میگیم طرفین و چهار و پنج چی میگیم وسطین بهش میگیم سیست پس طرفین وسطین فرمید چی شد دیگه جلسه قبل گفته بودیم و او خاصت اولی است که اگر ما طرفین در هم ضرب کنیم دو ضرب در ده چند میشه دو ضرب در ده جوابش میشه 20 دیگه نه و وسطین هم در هم ضرب کنید 4 ضرب در 5 مساوی میشه با هم دیگه 4 ضرب در 5 2 ضرب در 10 چند میشه 20 میشه 4 ضرب در 5 هم 20 میشه و اگر یادتون باشه جلف قلب گفتیم که انمی خاصیت اول که بهش گفتیم طرفین وسطین کار ما رو بسیار آسان میکنه ما شما میفهمیم که انمی دو عدد که به ما داده دو کسر که به ما داده تناسب است یعنی به با عنوان مثال کار کردن جلف قلب دیگه نه عنوان مثال 3 بر 10 مساوی است آیا با 5 بر 15 آیا مساوی است تناسب است یعنی خب گفتیم چی میکنیم طرفین وسطین میکنیم نه پس 3 ضرب در 15 چند میشه 3 ضرب در 15 ده, ده بر چی میشه 5 ضرب در 10 خب 3 ضرب در 15 میشه 45 5 ضرب در 10 چند میشه 50 50 با 45 مساوی است نه خیر مساوی نیست پس هر دو مساوی نیست پس هر دو نمیتونه مساوی باشد پس یک تناسب نیست فهمید چرا رقم شد دیگه نه یک تناسب نیست پس خاصیت اول است که با عنوان چی نامش چی میگیریم طرفین وسطین پس باید پاک کنم و این را به شکل فرمول برد نوشته کنم پس خاصیت اول خاصیت اول چی بود نامش گفتیم خاصیت اول طرفین وسطین پس ما اگر نسبت داشته باشیم به این شکل A ای بر B باشد با C بر دی. یک تناسب باشد نسبت A بر B مساوی با C بر D خاصیت اول طرفین وسطین چی است ای زب در دی مساوی میشه با بی زب در سی سیست بی زب در سی مثال شما کار کردیم نه تا مثال کار میکنیم برای دو تقسیم بر پنج گفتیم مساوی است با چند چهار تقسیم بر آلیف میتونی چی بگیم به خانه خالی سیست میکنی سوال با ما به ما به این شکل سوال بیتن بگه دوی بر پنج مساوی است با چهار بر خانه خالی یک تناسب است خانه خالی رو دریافت کو چند میشه خانه خالی رو ما و شما در کنیم از چی استفاده میکنیم؟ از این خاصیت طرفین و سطحین خاصیت اول ما شما چی است؟ دو ازب در خانه خالی خانه خانه خالی رو من نامش رو X میگیرم Xm ام وای فرق نمیکنه سعیست هر چی باشه X میگیرم دو ازب در X مسایی میشه پس چار زب پنج پس چی میشه؟ در به این میشه دو ازب در X که میشه دو X. است با داره پنج پس چی میشه یک معادله میشه معادله ما شما یاد داریم دیگه نه 2x مساوی است با 4 ضرب در 5 چند میشه 20 میشه اطراف تقسیم بر چند آفرین به 2 ضرب x دیگه نه اطراف تقسیم به دو میکنیم تقسیم به 2 n دو که دو. دو خلاص پس x مساوی میشه با 20 تقسیم بر دو چند میشه 10 میشه سیس. پس x ما و شما چند شد 10 خانه خالی ما شما 10 شد پس دقت کنید خیلی بسیار مهم است این نکته از این خاصت اول که چی بود نامش طرفین وسطین بود با ما سوال امتحان به شک میته ها فکرت باشه فکرتون باشه که چی است یک طرف میته یک تا زی اعداد نمیته خانه خالی برد میمانه یا نامش ایکس میمانه مگه ایکس دریافت کو پس اگر ایکس بخوای دریافت کنی طرف وسطین میکنی یک معادله جور میشه معادله رو میتونی چی کنی حل کنی درست است خب پس این خاصیت چی شد خاصیت اول اما خاصیت دوم خاصیت دوم باز چی است باز ما در فرمول بر نشان اگر داشته باشیم a بر b مساوی است با c بر d باشد سعی است یک تناسب داریم خب شاگرد عزیز خاصیت دوم گفتیم چی است خاصیت دوم گفتیم که اگر ما تناسب داشته باشیم a بر b مساوی با c بر d باشد درست است گفتیم میتونیم جای چه کنیم جای حدای طرفین تبدیل کنیم درست است دقت کنید اینجا شاگرد ا رو با دی میتونیم چی کنیم تبدیل کنیم ا با دی میشه تبدیل کرد پس میتونیم به شک نوشته کنیم که ا با دی جاش تبدیل شود میشه دی بر بی دی بر بی مساوی است با چی است. دی آمد به جای بی و ا میره به جای دی پس سی بر ا پس میشه سی بر ا فهمید چه رقم شد پس ما اگر یک تناسب داشته باشیم میتونیم جای طرفین را تبدیل کنیم مثال عددی برد کار میکنه به مثال امید دوی بر پنج مساوی بود با چند با چهار بر ده سعیف این یک چی هست؟ ما شما گفتیم یک تناسب است کار کردیم دیگه مثال اول اول کار کردیم دیگه چند شد دمی ایکس ما ده, ده, شد دیگه پس دوی بر پنج مساوی چهار بر ده یک تناسب است آلی گفتیم جای از دو در میتونیم چی کنیم؟ تبدیل کنیم پس چی میشه؟ پس میتونیم کنیم چی؟ میتونیم نشته کنیم 10 بر پنج ده بر پنج مساوی است با چند؟ چهار بر دو پس چهار بر دو آیا دو مساوی است؟ در تناسب است؟ خب از خاصه اول چک میکنیم طرف وسطن میکنیم اگر جوابش مساوی شد با هم مساوی شد میگیم چی است خاصیت است دیگه نه یک تناسب است خب اینا چی میکنیم طرف وسطن کو 10 ضرب در دو پس ده ضرب در دو مساوی است با او بر چی میشه 5 ضرب در 4 صحیح است 5 ضرب در 4 میشه یا نمیشه ده ضرب در دو چند میشه؟ ده ضرب در دو میشه بیست چهار ضرب در هم چند میشه؟ بیست میشه پس یه دو با هم چی هست؟, هست. پس ای یک تناسب است فهم نیچه رقم شد دیگه نه؟ پس اگر ما شما یک تناسب داشته باشیم خواسته دوم این میگه اگر ما شما یک تناسب داشته باشیم میتونیم جای طرفه اینه تبدیل کنیم باز هم یک چی میشه؟ تناسب میشه فهم نیچه رقم شد پس از خاصیت دوم اما خاصیت سوم خاصیت سوم میگه که ما میتونیم جای وسطه هم تبدیل کنیم جای وسطینم میتونیم چی کنیم تبدیل کنیم پس ما تختر پاک میکنم و خاصیت سوم نوشته میکنم خب شاگردای عزیز پس چی است خاصیت سوم اگر ما شما داشته باشیم A بر B مساوی باشد با سی بر D. یک چی یک تناسب است نتیجه چی گفتیم جای وسط نمی میتونیم تبدیل کنیم یعنی ای بر سی پس ای بر سی مساوی با بی بر دی پس بی بر دی این هر چی است یک تناسب میشه دو نسبت با هم 100 درصد مساوی میشه یک تا مثال عددی کار کنیم امی که 2 بر 5 داشتیم مساوی با 4 بر ده بود صحیح 4 بر ده خب جای طرفین که دیدیم تبدیل کردیم درست باز یک چیز تناسب شد جای وسطین رو تبدیل کنیم 4 و 5 جاش تبدیل کو پس میشه 2 بر 4 مساوی است و این 4 5 جاش تبدیل میشه پس 2 بر 4 5 میره ده بالا پس میشه 5 بر 10 5 بر 10 خب آی تناسب است خب طرفین وسطین میکنیم دیگه نه که بسیار آسان است دیگه میفهمیم پس میشه 2 ضرب در 10 2 ضرب در 10 مساوی است با 5 ضرب در 4 یا چهار زب 5 پنج فرق من میکنه چند میشه؟ این میشه بیست جوازی چهار پنج هم میشه چند؟ بیست پس با هم چی هست؟ مساوی پس هم خاصیت سوم یا ویژگی سوم تناسب پس چی شد؟ یک بار دیگه دقت کنه چقدر عزیز؟ اول چی گفتیم خواسته اول گفتیم طرف این, وسط این. ما وسط طرف این در هم ضرب میکنیم وسط این هم در هم ضرب میکنیم باید جواب مساوی شود صد میشه خواسته دوم گفتیم چی کنیم جای طرفین تبدیل کنیم دو عدد طرفین هست یه رو تبدیل کنیم خاصیت سوم وسطاین هم میتونیم جایش تبدیل کنیم است؟ اما خاصیت چهارم خاصیت چهارم به این شکل است خاصیت چهارم میگیم که به این شکل است ما و شما اگر تناسب داشته باشیم A بر B مساوی باشد با C بر D نتیجه هم بگیریم خاصیت چهارمی است که اگر ما و شما یک تناسب داشته باشیم میتونیم اردو نسبت معکوس کنیم معکوس یعنی چی یعنی جای سوره المخرج تبدیل کو ان ام ا و بی جاش تبدیل کو سی و دی هم جاش تبدیل کو به شک تبدیل کو صحیح پس چی میشه میشه بی بر ا مساوی با دی بر سی پس این هم چی میشه یک تا تناسب جدید میشه باز مثال کار کنیم اما مثال که زدیم دو بر 5 مساوی با 4 بر 10 صحیح خب جاش تبدیل کو پس 5 بر 2 مساوی با 10 بر 4 صحیح دایبر بر چار خب ای است از کجا میفهمید؟ گفتیم طرفین وسطین کو طرفین وسطین از چی میشه پنج زب در چار مساوی است دو بر چی میشه دو زب در ده پس دو ضب در ده خب چند میشه پنج زب در چار بشه 20 و دو زب در ده چند میشه 20 میشه 6 است 20 با 20 چی مساوی است مساویسته. پس این تناسب هم داره پس خاصیت چهارم چی شد خاصیت چهارم به شکل است اگر ما شما یک تناسب داشته باشیم می تونیم مرد رو معکوس کنیم یک تاش نه اردوش را فکرت باشه باز بچاگرد عزیز دقت کنید یک تاش معکوس غلط نشه اردوش باید معکوس شود همزمان فهمیدید چرا رقم شد دیگه نه پس از خاصیت چهارم خب شاگرد عزیز خاصیت پنجم خاصیت پنجم به شکل است خاصیت پنجم که اگر ما تناسب ای بر بی است با سی بر دی را داشته باشیم این یک تناسب است میتونیم به این نتیجه را بگیریم دقت کنید ما امید نسبت اول صورت و مخرج با همدیگه جمع میکنم پس ای جمع بی بر خود مخرج بر بی و این نسبت دوم همون شکلی سی جمع دی بر دی با همچین میشه مساوی میشه سی جمع دی بر دی اینی هم باز چی میشه یک تا تناسب میشه باز مثال عددی کار کنیم دو بر پنج مثال خود ما کار میکردیم نه مساوی با 4 بر ده خب گفتیم چی کن صورت مخرج جمع کن دو و پنج چند میشه دو جمع پنج بر خود مخرج خود مخرج ما و شما چند است پنج است سایز میشه با دو بر چی میشه صورت مخرج جمع کن چهار جمع ده جمع ده بر چند بر خود مخرج ما شما چند است ده هست سیست خیلی چی میشه؟ نتیجهش در اینجا دو و پنج چند میشه با مده ای بالا نوشته کنم دوی جمع پنج چند میشه؟ میشه افت افت بر پنج چهار جمع ده چند میشه؟ چهارده میشه سیست چهارده بر ده خب یه اردو دانه باید چی کنیم؟ باید طرف مساطعی کنیم تا بفهمیم دیگه افت ده افت زب در ده مساوی با 5 ضرب در 14 5 ضرب در صحیح است آیا خب ضرب کنید 7 ضرب در چند میشه میشه 70 و 5 زبدر در میشه چند 70 70 با 70 چی است مساوی پس این تناسب ما و شما هم داریم خیلی چی شد پس ما و شما اگر تناسب داشته باشیم میتونیم صورت با مخرج جمع کنیم در خود توی صورت بانیم و مخرج هم خودش باشه صحیح پس صورت و مخرج جمع میشه در صورت ماده نمیشه مخرج هم بدون تغییر خودش میشه دی برم میشه سی جمع دی بر دی صحیح پس چی خاصیت ش... پنجم خاصیت ششم خاصیت ششم به این شکل است که باز دوباره اگر ما و شما ای بر بی مساوی است با سی بر دی را داشته باشیم نتیجهش به این شکل میشه ما ای جمع بی کردیم حالا ای منفی بی کنیم صحیح پس میشه ای منفی بی بخش بر خود بی بر روی بی دهی بر چی میشه؟ دهی برم میشه سی منفی دی سی منفی دی بر خود دی سیست؟ یه اردو هم چی یک تناسب میشه باز مثال عددی کار کنیم دوی بر پنج مساویی با چند؟ چار بر ده خب نتیجهش گفتیم به این شکل هست دیگه دوی منفی پنج سیست؟ دوی منفی پنج چی میشه؟ دوی منفی پنج مساویی با؟ دهی بر چی میشه چهار بر چند بر خود پنج بر خود پنج بر چهار منفی ده سه است چهار منفی ده بر خود چند بر خود ده خب چی میشه حالی دو منفی پنج چند میشه دو چی است دو مثبت است پنج منفی است هم علامه نیستن از هم چی میشه کم میشه فکرت باشه کم میشه سه میشه اما علامه عدد کلانتر پس میشه منفی سه بر پنج منفی سه بر پنج مساوی است با به بر چی میشه؟ چهار منفی ده چند میشه؟ میشه منفی شش آفرین منفی شش بر ده سیف آیا مساوی است؟ خب باز دوباره چی میکنیم؟ طرف وسط این میکنیم ده اینجا جای نفت ده اینجا ضرب میکنم سه ضرب در ده است. منفی سه ضرب در ده منفی در مثبت میشه منفی سی یاد ما نشته کنیم. منفی سه ضرب در ده دو بر چی میشه؟ پنج ضرب در منفی شش بگیم منفی شش ضرب در پنج سیست خب جو چند میشه؟ جواب از سه ده میشه سی منفی در مثبت منفی شش پنجم هم سی منفی در مثبت منفی منفی سی مساوی سه با منفی سی پس این ویژگی چندم ویژگی ششم پس ویژگی ششم هم فامیل چی رقم شد دیگه نه؟ اگر ما شما یک تناسب داشته باشیم ای منفی بی بر بی سی منفی دی بر دی صحیح فرمولش نیشته کردم یک مثال برد کار کدیم اما خاصیت آخر خاصیت هفتم خب شاگرد عزیز خاصیت هفتم خاصیت هفتم به شکل است پس خاصیت هفتم من نوشته کنم خاصیت هفتم فرمولش نوشته کنم اگر باز دوباره ما و شما چی یک تا تناسب داشته باشیم a بر b مساوی باشد با c بر d یک چه چی است یک تا تناسب است میتونیم نتیجهش به این شکل میشه دقت کنید شما هر دو نسبت صورت‌هاش رو با هم جمع کنید یعنی a جمع c پس a جمع c و مخرج ها رو با هم چی کنید؟ جمع کنید B جمع دی خب یا ای این چی میشه؟ ای یک نسبت هستی با کدام مسایی است؟ بردوی از این است بر کدامش با این فرقه نمیکنه با A بر B و سی بردی هر سه با هم چی میشه مساوی میشه فهمید چی رقم شد دیگه اگر ما شما یک تناسب داشته باشیم صورت ها رو میتونی با هم جمع کنید و مخرج رو با هم دیگه جمع کنی و او جوابش اون نسبت بردو نسبت چی میشه مساوی میشه باز همین مثال عددی خود ما رو بزنیم دو بر پنج مساوی بود با چهار بر ده سیست خب چی گفتیم چیکار کنید ها رو با هم دیگه جمع کنید دو جمع 4 چند میشه شش میشه پنج جمع ده چند میشه پانزه میشه آفرین پس شش بر پانزه با کدام مساوی است بر دوی ازی با دوی بر پنج یا 4 بر در کدام بانی فرقی نمیکنه با دوی بر پنج بان مساوی است با دوی بر پنج خب چی میکنیم طرفین وسطا میکنیم ببینید سایز یعنی همین گپی که زدیم ما و شما 6 ضرب در 5 پس 6 ضرب در 5 مساوی است با 15 ضرب در 2 15 ضرب در 2 6 ضرب در 5 چند میشه 6 ضرب در 5 میشه 30 و 15 ضرب در 2 چند میشه 30 30 با 30 چاست مساوی است پس فهم دیدی دیگه نه حالا اگر من امیر 6 بر 15 رو با 4 بردم بونم سایز بون با, با یه بونم بان فرق نمیکنه ده اینجا بونم پس 6 بر 15 مساوی با 4 بر ده. صحیح است با 4 بر ده با هر میشه خب طرف وسط تعیین کن 6 ضرب در 10 خیلی 6 ضرب در 10 مساوی است 15 ضرب در 4 15 ضرب در 4 6 در چند میشه 6 ضرب در میشه 60 15 پانزه ای زبدر چهارم چند میشه؟ اینی هم شست میشه. شست با شست چست؟ است. پس فهمیدی؟ یه هم خاصیت هفتم تناسب پس هفت خاصیت ما شما چک کردیم و مثال با اعداد برای زدیم تشریح کردیم سه است شد دیگه نه خب پس شاگردای عزیز پس چی شد پس خاص خواص تناسب ما شما کار کردیم و یک تا یک تا برات مثال کار کردیم که فهمیدی چه رقم میشه پس من رو تیک مارک میکنم سه پس چی شد خواص تناسب اما بحث بعدی ما و شما چی است انواع تناسب که گفتیم فقط تناسب مستقیم در امروز میخوانیم در درس امروز سیست و تناسب معکوس باز در درس جلسه بعد میخوانیم سیست فامین چی شد دیگه نه اما تناسب مستقیم چی است تناسب مستقیم تناسب خوب می‌دیم دیگه دو گفتیم تناسب چی است دو نسبت دیگه دو نسبت با هم مساوی باشد میشه چی یک تناسب اما تناسب مستقیم چی است ما اگر دو قیمت داشته باشیم دو کمیت داشته باشیم به عنوان مثال میگیم که چی یک مثال بر کار میکنیم مثال مثلا چی به عنوان مثال یک بوره بوره رو ما میخر می از بازار میخریم صحیح است میگه که کی هر کیلوگرم چند چند است میگیم 50 افغانی عنوان مثال هر کیلوگرم چند است 50 افغانی صحیح است آلی 5 کیلوگرم بوره چند افغانی میشه بگین شما 250 پس فکر کنید چه فکرت باشه شاگرد از دقت کنید فکرتان باشد که چی شد که یک کیلو بوره 50 افغانی است پنج کیلو بوره چند میشه؟ دو و افغانی یعنی قیمت و بوره دو کمیت داریم قیمت و بوره قیمت بوره و خود بوره حال خود بوره منظور از خود بوره و چیز وزنش است دیگه نه چند کیلوگرم است سایز چند کیلوگرم و او هم قیمتش هست. چند افغانی میشه ما میگیم که هر یک کمیت اول که بالا بره بره یک کیلو از دو کیلو سه کیلو پنج کیلو شوه قیمت هم چی میشه بالاتر میره که باید بتمنه. افغانی که بدیم یک کیلو باشه میشه 5 کیلو باشه 250 میشه پس با زیاد شدن یک کمیت کمیت دیگه هم چی میشه زیاد میشه یا با کم شدن یک کمیت او قیمت دیگه چی میشه کم میشه به میگیم تناسب مستقیم فهمید چرا شد پس تناسب مستقیم چی است تناسبی که اگر بین دو کمیت هست نسبت هست اگر یک کمیت زیاد شه و کمیت دیگه هم چی میشه زیاد میشه اگر یک کم دیگه کم میشه به میگیم تناسب مستقیم و اگر با درس جلسه بعد ما شما هست اگر یک قیمت زیاد شد کمیت زیاد شود و او دیگه کم شود با اون میگیم تناسب معکوس فایمی چرا رقم شد پس در جلسه بعد میگیم اما تناسب مستقیم ما به با این شکل است که تناسب مستقیم با این شکل است که اگر یک کمیت زیاد شود کمیت دیگه چی میشه؟ زیاد میشه اگر کمیت اول کم شود کمیت دوم هم کم میشه با این میگیم تناسب مستقیم. سیست؟ پس بریم سر تخته من یک مثال برد کار میکنم و کامل چرا چرقم میشه درست است؟ پس انواع تناسب تناسب مستقیم تناسب مستقیم باید میشه گفتیم با زیاد شدن یک کمیت کمیت دیگه هم چی میشه زیاد میشه یا کم شدن یک کمیت کمیت دیگه هم چی میشه کم میشه اگر یک کمیت زیاد شد و کمیت دیگه کم شد او میگیم چی؟ تناسب معکوس که در درس بعدی میخوانیم پس تناسب مستقیم هم که یک کمیت بالا میره کمیت دیگه هم بالا میره سایست؟ بندان مثال گفتیم که یک کیلوگرم بوره قیمت چند است در اینجا نوشته کنم خود بوره رو نوشته کنم در اینجا قیمت نوشته کنم سهست؟ یک کیلوگرام بوره چند نشه قیمت چند است 50 افغانی سایف 5 پنج کیلوگرم بوره 5 کیلوگرم بوره قیمتش ای چی است؟ ای بوره ماو شما است دیگه نه؟ خب ای بوره است و ای چی است؟ قیمت قیمت چند میشه؟ یک تناسب است دیگه نه؟ پس تناسب به شکل میکنیم ما شما میگیم در اینجا چی بوره در اینجا نوشتن چی میکنیم؟ قیمت خب بوره چند است؟ یک کیلوگرم بوره پنجا افغانیست سعیست آل پنج کیلوگرم بوره پنج کیلوگرم بوره چند افغانی میشه خب یه چی هست یک تناسب هست دیگه میتونیم شکل کنیم بگیم چند پس این میتونیم شکل تناسب کنیم یک بر پنجا مسایست با پنج بر حالا علامه میتونیم ایکس بانیم وای بانیم فرق میکنه. پس میتونیم به شکل تناسب کنیم به کنیم پس بگیم یک کیلو یک کیلو بره قیمت چند میشه یک بر پنجا میشه پس یک بر پنجا مساوی است با پنج بر ولی نامش بگیریم x صحیح پس یک کیلو میشه پنجا افغانی پنج کیلو چند میشه x افغانی میشه پس x سمت هم دریافت کنیم از کدام ویژگی ویژگی اول یا خاصیت اول چی بود طرفین وسطین طرف وسطین کنیم چی میشه اینی پس میشه یک ضرب در x که میشه یک ضرب در x مساوی است با 5 در 50 یا 50 ضرب در 5 پس میشه 50 ضرب در 5 یک ضرب x که میشه x مساوی است با 50 در 5 5 5 25 یک تا صفر داره میشه 250 پس 250 افغانی سیس پس قیمت یک کیلو بار اگر 50 افغانی باشد قیمت 5 کیلو بار چند میشه 250 افغانی فهمیدید چه رقم شد دیگه نه پس شاگردان عزیز و گرامی دقت کنید که چی است این تناسب مستقیم است که اگر یک کمیت زیاد شود کمیت دیگرم چی میشه زیاد میشه هر چی بوره وزنش بالا بوره 5 کیلو شود 10 کیلو شود 20 کیلو شوه قیمتش میشه بالاتر میره پس یک بار پرداخت کنیم درست است پس چی شد این میگیم تناسب مستقیم و تناسب معکوس دو باز در جلسه بعد درس جلسه بعد ما و شما میخوانیم درست است خب شاگردای عزیز و گرامی پس چی شد خ... انواع تناسب ما تناسب مستقیم هم که گفتم برد و مثال برت کار کردم که فامیدی پس من ایرم تیک مارک میکنم پس یه از تناسب مستقیم درست است خب کار خانگی تمرین های صفحه چنده صفحه 48 و 50 کتاب باید حل کنید و باز با ما چی کنید روان کنید باز دوباره چه رقم روان میتونید بکنید با ما گفتیم قبلا بگین خودتان از طریق واتساب نمبرش چند است؟ دو سفر نه سد و چهار و پنج چهل درست است خب شاگرده عزیز و گرامی پایان جلسه دوم شاگرده عزیز مانده نباشین بخیر باشین شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپارو.